خب بسم الله الرحمن الرحیم. میگیم درس امروز ما هم با ادامه پروگرام فلاش سی سی است. بسم الله الرحمن الرحیم. میگیم باسم درس ما بالای برنامه فلش سی سی است. در ابتدا ما شما کاری که میکنیم، اگر مثال شما خاصه باشین که سایز صفحه یا می صفحه که فعلا شما مثال کار میکنین، سایز جی فعلا دیگه قدر چقدر است؟ در حالت 100% گرفته شده میشه. مثال شما ایره چی بگیرید؟ 140 بگیرین یا 100 چند بگیرین؟ 150 یک انتر کن. فهمیدین کارشا؟ ای به خاطر چی بود؟ بزرگتر کردن صفحه بود. دیگه یعنی تولزی که شما مثال میبینین به قسمت طرف دست چپ ازی بای دیفالت اصانه به طرف دست راست. ما این تولز تغییر دادیم، آوردیم به کدام طرف؟ به طرف دست چپ آوردیم. حالا فعلا مثال شما هران کار را که انجام میتین در کل در قسمت بخش تایملاین در این قسمت چی میشه؟ صورت میگیره. در ابتدا ما شما میریم یک شکل چی میکنیم؟ وارد میکنیم. پیش از اینکه شکل ما شما وارد صفحه بسازیم، ضرورت است که یک تعداد گپایی که مربوط خود فریم ها میشه که یک فریم چه قسم انزرت میشه، چه قسم او را بریک میکنیم. اینجا یک تعداد شارکت هایشان هست. این قسمت این شارکت ها را دیرست تا قسمت را ما شما یادداشت کردیم. زمانی که هر کار را که ما شما میکردیم، در صورت که اگر ما شما میخواستیم کار را که کردیم تست کنیم یا اگزیکیوت کنیم، بشیر سفاره میکردیم کنترل پلاس انتر بود. اگر خود قسمت تایملاین را شما میخواین هاید کنین یا شو کنین، شارکت شی هست کنترل پلاس شیف پلاس ال. بخش document properties control plus جی هست. F5 is used to pause the animation، یعنی انیمیشن را بر شما مکس میکنه یا توقف میده در هر جایی که شما ایره چی کنین استارت کنین. F6 insert key frame is used to create motion. خود یعنی F6 که هست در کل بخاطر وارد کردن یک کی فریم به کار میره. خود کی فریم چی هست؟ برای ایجاد یک موشن یا یک حرکت به کار میره. افاش کاس به خاطر کانورت کردن گرافیک به شکل مووی کلیپ یا بتن استفاده میشه. F7 کاس یک بلانک کی فریم چه میکنه؟ نو برای ما ایجاد میکنه. خب من مال ما شما در قسمت در اینجا زمانی که مثال شما آمدین، ما شما در ابتدا چه میکنیم؟ یک شکل میگیریم. زمانی که شما برای شکل کلک کنید، شکل مستقیم برای صفحه به شکل چی میشه؟ دراگ اند دراپ میشه. همیش فکرتان باشه
شکل یا شپره که شما انتخاب میکنین دارای سه حالت است یا سه حالت میتونه به خود بگیره. بخش اول از این کسا به شکل بریک پارت است، یعنی قابلیت شکستن یا توتا شدن داره. بخش دیگه از این به شکل چی است؟ گروپ است. بخش دیگه از این کسا به شکل چیست؟ گرافیک است. اینال بریک پارت زمانه که شما میکنین ای که اگر مثال شما گروپ میکنین شارکت کیشان چی است؟ کنترل پلاس جیس. اگر چنج میکنین به شکل گرافیک شارکت کی است یا چی است؟ اف چند است؟ اف اشت است. خب چه قسمی کارا با شما میتونیم انجام بدیم؟ خب ببینید مثال توسط قسمت سلکشن تول میایم. من اینمی شکل چی میکنم؟ اینی بیالت سلکشن میکنم. خب سلکشن زمانی که کردم همی جایی رک من سلکت کردم قابلیت برداشتن داشت یعنی قابلیت شکستن یا پارچه شدن داره یا جایی دیگه رک شما مثال به شکل میایم انتخاب میکنین. هر آن بخش رک شما انتخاب میکنین در یک شکل زمانی که قابلیت شکستن داشت او به کدام حالت حالت است؟ به شکل شپ است. شپ از دارای سه حالت است. این را کنترل میکنیم پس چی میکنیم؟ این را دلیتش میکنیم. باکس همه ما شما در اینم قسمت یک شکل یا اینی شکل است. شما این شکل یک دفعه انتخاب میکنین انتخاب که کردین مستقیم بالا از ایچی را پرس میکنین کنترل پلاس چی را؟ کنترل پلاس جی که به شکل چی بگیره؟ این را به شکل گروپ بگیره. همیش فکرتان باشه شپه که شما او را با شکل گروپ اپلای کردین قابلیت شکستن هم نداره، بریک پارت نیست. ما این را انتخاب میکنم. حالا میتونم کدام سایزی را موار دارم؟ خواه از اینجا به شکل شما میتونین انتخاب کنین. باز هم قابلیت برداشتن چیز نداره. ایش اخفا میدین شکل چی بود؟ گروپ بود. انتخابش میکنین سنگل کلیک با تعقیب سنگل کلیک کنترل پلاس جی را بالا ازو چی میکنین؟ انجام میتین شما. خب میایم شکل دیگه میگیریم. خب اینی شکل من انتخاب کردم. میایم یک مرتبه بالا از این من کلیک میکنم. کلیک زمانی که کردم فعلا شکل بریک بارد به خود گرفت یعنی شکل گراف هست. در این قسمت بین بالای چی میرین کلیک میکنین؟ کانورت تو چی؟ کانورت تو سیمبول. شارکتشان چی بود؟ اف 8. از اینجا میشه که برای چی رو بگیری؟ گرافیک بگیری. خب این رقم که اگر یوز نکردی همزمان بالای از چی رو پرس کو؟ اف 8 رو پرس کو. از اینجا بیا به شکل گرافیک انتخابش کو. این یک اوکی کو. در داخل از یک انکر پوینت ماندگی سنه اما بالای از زمانی که شما کلیک میکنین اگر انکر پوینت داره نه بالای از کلیک میکنین اینجا انکر پوینت هم وجود داره. فهمیدین کارش؟ خب تا اینجا ایره فهمیدین. اینال در قسمت ای که شپ و بخش گروپ اگر شما در این قسمت من در قسمت کالر افکت شما برین یک بخش از بنام استایل چی هست؟ الفا هست. در قسمت فوتوشاپ ایره شما بنام اوپاسیتی یعنی ترانسپرنت شفافیت کم زیاد شما کرده میتونین. اگر من بالای گروپ کار میکنم گروپ های سلکشن کنیم از اینجا نیست یا اگر شما مثال اینجا بین کدام شکل بگیرین شکل چی باشه؟ شپ باشه. شپ ما ایر انتخاب کردم بهم توسط سلکشن تول ایر انتخاب میکنم. این قسمتش فعال است؟ نیست. خب فقط بالا از قسمت زمانی که شما بین از طریق بخش الفا زمانی که شما آمدین ایر چی میکنین؟
اوتلاینش خب باز در قسمت شما میرسین که اوتلاینش از چه قسم ما شما تغییر حالت میتیم از این قسمت هم براتون کار میکنیم از اینجا هم بعد دقیقه بعدی سوم دولت ببینین ایناله زمانی که کنترل پلاس ای کل از این را ما شما چی کردیم؟ دولت کردیم. اینی سایه است که برای شما چی هست؟ سایه فریم کی هست؟ یا سایه تایملاین هست؟ هر حرکت را که شما ایجاد میکنین در قسمت 24 FPS هست. FPS هست چی گرفته شده؟ از فریم ریت پر سکن. یعنی در یک ثانیه شما زمانی که انتخاب میکنین هر کدام از این چی هست؟ اینجا یک فریم هست. سایس با تقیبش دو میشه. سه میشه. چهار میشه. بازی طرف چند با وجود میه؟ پنج با وجود میه. دا فلاش سی سی یعنی در یک ثانیه میتونین تا 24 فریم ریت چی کنین شما حرکت بتین. اما دا فلاش سی استریک هستا تا 12 فریم ریت پر سکند هستا. فریم زمانی که هرچند که بیشتر باشه اما اندازه سپید یا موشن یک شکل چی می باشه بیشتر می باشه. چقدر رسی فیلن؟ 24 هست. ما از این جمعه هم این در این قسمت راج کلک میکنم اینی جمعه یک کی فریم چی میکنم وارد میکنم اینجا وارد کرده منه. حالا ما میرم یک شکل برازی میگیرم مثال فعلا این شکل های ابتدایی است که ما شما کار میکنیم اینجا وارد کنین یک شکلش این شکل اینجا وارد شد در کدام فریم؟ در فریم دو بعد از واری خو مثال در 24 فریم ریت اینجا حساس شده یعنی شما زمانی که میایین در این قسمت کلیک میکنین باز اینجا رایت کلیک کنین چی برازی شما وارد میکنین؟ انزرت کی فریم. خب کی فریم وارد شد؟ آره اینمی شکل میگم زمانی که در فریم 24 میرسه طریق غیر موقعیت کنه در این نقطه بیا سیس در این نقطه زمان که آمد رایت کلیکو و رازی کریت کلاسیک توین پس از اینجا بیا باز بالا ازی کلیکو کریت کلاسیک چی توین یک انتر پرس کو برازی فهمیدیم کارشا اگر ما شما ایره تست میکردیم یا در حالت تستنگ میگذاشتین از شما چی استفاده میکردین در حالت کنترل پلاس انتر فهمیدن کارشا؟ خب من این را پاس میکنم اگر احیانا آل فریم ریت از این چقدر است؟ 24 است نه؟ 24 زمانی که از ما اینجا بالا از این زمانی که شما یک قسمت استارت میشن 24 از این شما چند فریم ریت پر سکند میگیرین؟ این از این قسمت هم گرفته میشه FPS از فریم ریت پر سکند گرفته شده سیس؟ یا فریم پر سکند دوازه گرفتی اگر انتر کن اینجا چند با وجود آمد؟ 12. این حالا زمانی که شما مثال فریم کم میکنین موشن یا حرکت چقدر میشه؟ سپیدش بالا میشه یا کم میشه؟ چی کم؟ فریم زمانی که کمتر شده کم میشه سرعتش سلو میشه سیس؟ آن اینجا شما خب این هم انتخابش میکنم به شکل راج کلک میکنیم این شما چی میکنین از اینجا؟ کلیر کی فریم این چی شد؟ کلیر شد آره باز هم به ادامه از این قسمت می ما شما فکر کو اینی شکل ما گرفتم در این قسمت خب این کنترله دلیت باید شو راج کلکو انزرت کی فریم در اینجا ما شما یک کی فریم با وجود آوردیم بعد به تعقیبش میریم یک شکل مثال اینی شما ایجاد کردم آره این شکل شما ایجاد کردین این در این قسمت خود دوازه ازی در اینی جا پرو همیشه باز راج کلک میکنم در اینجا چی برازی وارد میکنم انزرت کی فریم کی فریم وارد کردم سلکشن تول هم میگیرم در این نقطه ای تغییر موقعیت کنه آره اگر انتر رو پرس کن خب رایت کلیک که قسمت شپ توین که کریت کلاسیک توین پاس من باز گپ میزنم که چی تفاوت داره باز هم میگه کریت کلاسیک توین اگر انتر کن اینی سایشان است از اینجا حرکت میکنه ببین جایی که شما خودتان برای چی کرده بودین انتخاب کرده بودین خالی یک قسمت انتخاب شده نه در اینجا که رسید باسی قسمت پاس رایت کلیک کنید اینجا باز برازی بگوید زد کی فریم سایش باسی اینجا رایت کلیک کنید در این قسمت آده در اینجا زمانی که شما رسیدین سلکشن تول بگیرین این رو اینجا باید گرفته شده سایش به اینجا باید باز زمانی که در اینجا آمده پاس انزرت کی فریم کو در این فریم در این قسمت باید بره باز هم اینجا کل شا شما مثال به شکل یعنی اینجا هم با شما برازی وارد کردیم پس اینجا رایت کلیک کنیم ریموف توین استاد بیم فریم همین تصویر افاد ما هم میتونیم از چپ کلاش اگر کارت میتونیم استاد چی ده؟ فوتوشاپ باره از این قسمت
در اینجا زبانی که من یه امپورت فروم چی؟ فروم کنترول استیش کنترول پلاس های شرکت شان از امپورت میکنی. خب رایت کلیکو شما اینجا یکی کریت شپ توین دارین، یکی کریت کلاسیک توین دارین. کریت شپ توین یعنی هر آن چیز زمانی که من سوال برای از قسمت من میره انتخاب میکنم، یه قابلیت سلکشن داره. خود سلکشن میشه که مثال ایره از این قسمت، اما فریم ریت را که شما مثال به انتخاب کردین آره قابلیت شکستن هم داره، پورتیبل هم هست. خود در جیران سلکشن ما شما زمان که رایت کلیک میکنیم کی فریم برازی وارد شما کردین، خود کی فریم زمان که شما بایی وارد کردین رایت کلیک میکنین برازی کریت کلاسیک توی نمیگیرین یا کریت شپ توی نمیگیرین؟ یعنی در صورت که اگر با شکل گرافیک باشه ای شپ توی نسته، قابلیت پارت کردن یا بریک پارت داره. ما ضرورت نداریم که بایی به شکل کلاسیک توین بگیریم. خب اگر شکل گروپ باشه، گروپ باشی برای زور شما، یا شکل گروپ باشه یا شکل انکر پوینت باشه، برای زور شما چی میگیرین؟ کریت کلاسیک توین میگیرین. حالا من یه کنترل پلاسه دلیتش میکنم. دلیت زمانی که کردی اینجا شما من اینی جماز باز ضرورت به یک کی فریم وارد کنیم. خب من اینجا کی فریم اینجا گرفتم سایس من 12 فریم ریت از ایره 24. همیش فکرتان باشه فریم ریت هرچند بالا باشه ما اندازه سپیچی هسته، سپید بالا است و در صورت که فریم هرچند که با هم نزدیک باشد باز هم سپید. مثال اینجا که فریم اینجا وارد کردم باز هر رات آنو رایت کلیک اینجا یا که فریم دیگر اینجا وارد میکنم در این که فریم که این شکل یعنی تغییر موقعیت کنه در اینجا باز در این موقعیت دیگر زمانی که شما رسیدین انزرت کی فریم در اینجا شما این را وارد کردین. شو برازی شما چی میگیرین حالا؟ کریس شپ توین هست. چرا یه قابلیت بریک داره یعنی قابلیت شکستن داره. یک در نده قسمت رد کلیکو باز کریس شپ توین، باز در اینجا بیا رد کلیکو کریس چی شپ توین. یک انتر برازی پرس کن ببین سایس تا جایی که شما این را خودتان انتخاب کرده بودین. آل اینمی سوار شما بینمی شکل سلکشن کنین راج کلیک کنین یعنی ریموف چی شاید کلیر چی؟ کلیر کی فریم کی فریم ها چی شد؟ کلیر شد. آلا پس اینمی شکل همیشه که شما چی کنین برازی سلکشن کنین راج کلیک ریموف چی؟ کلیر کی فریم. خب این حالا شما من مثال یک شکل است، یک شکل شما گرفتین در این قسمت، این شکل من گرفتم در اینجا. تا یک نقطه دیگر که ما شما این را میرسانم شکل چی کنه خود بزرگ کنه. خب من در اینجا رایت کلیک میکنم باز اینجا زرد کی فریم کردم شکل میگیرم از قسمت میرم میشه اینجا برای از قسمت. زمانی که شما آمدین سلکشن تول حرف کیو را پرس کنین، حرف چی را؟ کیو را. آن شکل از این میشه شما مثال از اینجا اینی اندازه بزرگ شده تا این قسمت. خب آلی باسم رایت کلیکو اینجا چیکو برازی کریت شپ توین، باز اینجا رایت کلیکو کریت چی شپ توین. آلی اگر انتر پرس کو برازی فهمیدن کنترل پلاس انتر پرستش کن. ای از اولاد قبلیش هست یوسف کلانش که یه نوسف؟ یه چی؟ نه این خواه افکت هسته ببین انتر کن فهمیدی کارش ها در جایی که میرسو خودتان در جایی که خودتان انتخاب میکنین اونمو سایه که میرسه در او سایه چی میکنه خودت بزرگ میکنه. سوال خانه است اینجا که کار کردیم اینی سایه چی هسته؟ لیار هسته. در یک لیار شما همزمان حق دارین که فقط یک آبجکت یا یک تصویر را وارد کنین. اگر مثال سوال قسمی می باشه که ما میتونیم در اینجا چندین دانه را وارد کنیم چه قسم میشه؟ خود ذرات به چه قسم داره؟ اینجا ما اینمی سایه که در این قسمت داره می را چه میکنیم؟ رایت کلیک میکنیم ای چی باید شوه؟ کلیر کی فریم باید شوه. خب رایت کلیک انتخاب کلیر چی؟ کلیر کی فریم. خب گفتیم در یک امو پیچه که شما کار میکنین چندین دانه شکل گرفته شوه. از اول اینجا رایت کلیک کنیم یک کی فریم اینجا وارد کنیم. حالا مثال میشه که شما این شکل اینجا گرفته شوه سایس، بعد تقیبش اینجا گرفته شوه، باس اینجا گرفته شوه، باس اینجا. خب شکل تکرار شده یعنی دیگه این حاله زمانی که ایره شما مثال انتخاب کردین ما در قسمت
فریم سی ای را انزرت فریم میکنم. باز من از اینجا کل لازیا را چه میکنم؟ یک سلکشن میکنم، انتخابش میکنم، این قسمت تغییر موقعیت کنم. حالا رایت کلک کنم اینجا رام چیکو کریت شیپ توین کو. باز رایت کلک کنم اینجا رام چیکو کریت شیپ توین. خب یک پاس میکنی میرا، یک انتر میکنی. اینجا بررسی وارد نکردیم. کانورت فریم بای فریم. کنترل دلیت یا کنترل پلاسن میکنین. یک صفحه کاملا چی میگیریم؟ جدید میگیریم. میشه که مثال سازش را شما از اینجا چی کنین؟ ست کنین. صد و چند؟ پینجا. صد و پینجا زمانی که شما گرفتین از اینجا بین یک شکل بگیریم برای ازی به شکل. باز فراموش شد. رایت کلک یک کی فریم اینجا وارد که برای ازی کی فریم زمانی که وارد کردی شکل اینجا قرار میگیره. با شکل به این گوز قرار بده، با شکل به شکل. خب عالی، را شما انتخاب کردین. حالا من در فریم چند؟ در فریم 25 رایت کلیک کنین، زرد کی فریم. اینمی شکل ها همه شانه سلکشن میکنین، تغییر موقعیت کنن. به کجا بین؟ به اینی قسمت بین. باز در ثانیه سی رایت کلیک کن، یک کی فریم دیگه وارد کن. در ثانیه سی مستقیم در این قسمت باید برن. خب باز او جایی را شما وارد کردین رایت کلیک کریت چی؟ شیپ توین. باز برازی شما رایت کلیک کنین کریت شیپ توین. باز برازی شما رایت کلیک کنین کریت چی؟ شیپ توین. آله یک انتر را پرس کن ببین. کنترل پلاس انتر تستش کن. جای کمتر انتخاب کرده. کمتر زمانی که انتخاب شود سرعت بیشتر میشه. کنترل پلاس دبلیو کنترل پلاس دلیت. خب ایران ما شما کار کردیم. حالا میایم یک شکل دیگر را میگیریم. فکر کن هر قسم شکل زمانی که شما ایران انتخاب میکنین، انتخاب زمانی که شما کردین در قسمت بخش استروک زمانی که شما میرین در کل رنگ سرخ در یک قسمت خود میبینین که اپلای شده. رنگ سرخ یکی شما آنلاین دارین، یکی قسمت فیل دارین. آنلاین قسمت های بیرونی از ایره در بر میگیره. ما میایم از اینجا آنلاین چنج کو. آنلاین چنج میکنی با کدام آنت؟ رنگ سبز. فیل کلار چنج کو با کدام آنت؟ با رنگ اینی نو رنگ. خب حالا شما یک دفعه ایره چی کنین؟ انتخاب دبل کلیک. دبل کلیک زمانی که شما کردین یا میشه که مثال اگر کدام شکل میبینین هم زمانی چی کرد خود اپلای کرد، حالا از اینجا به رنگ داخلیش چی کو چنج کو بشه. فهمیدین؟ یک دفعه سلکشن میکنی، دبل کلیک میکنی، این کار شما دان میشه، انجام میشه. در قسمت برنامه ور زمانی که شما دیده باشین لاین ها دبل بردار میبینی. استروک چی میکنه؟ همین قسمت که شما باردر برازی انتخاب کردین، قسمت باردر شما میتونین چی کنین؟ از این اینجا استایلشان هست، قسمی که ما پیشتر برای شما تشریح کردم. استایلشان مثال به شکل باید باشه، اما هر حالت که شما انتخاب میکنین به شکل میشه. استایل مثال به شکل داشت باید باشه. هر هر قسمی که مثال خودتان انتخاب میکنین در کل از اینجا شما میتونین به خاطر از چی کنین انتخاب کنین. این خود شکل ترسنگری های همو قسمت پیشتر هست. این شکلی هم که شما بالا از این اپلای کردین به شکل بالا دقت کنین بهش. سایز پس از این چی میکنین؟ کنترل پلاس دبلیو. اگزیت میشن یا بیرون میشن. زمانی که مثال شما از قسمت بیرون شدین، این قسمت خواهم برات چی کردم؟ کار کردم اوی رنگایی که مثال از اینجا ست میکنین. اینا را شما میتونین ای را با شکل محور اکس و وای چی کنین؟ تغییر موقعیت بتین. تای مثال از محور اکس چقدر این طرف آیا، از محور وای چقدر به این طرف بالا بره. از این قسمت که هستا دبلیو اشی گرفته شده ویدش، یعنی بر از این شما چقدر میتونین کم زیاد کنین و از این قسمت چی شانه هستا هیت شانه ها امو طول شانه هست که چقدر باید چی شوه کم شوه یا زیاد شوه. دیگه گفتم زمانی که مثال شما هر آبجکت دیره که وارد صفحه میسازین او از خود چی داره؟ یک پراپرتیز داره. پراپرتیزش که رنگش شما تغییر بتین، فونت سایزش تغییر بتین، فونت سایزش تغییر بتین، همه از موارد در بر داره. این قسمت شما من برای چی؟ برای تکست تول.
برای تکسول زمانی که شما آمدین این داری صفحه باید چی شود؟ دراپ شود. داری صفحه شما دراپ کردین یا نه؟ خب این دو بخش خب فهمیدی. از این قسمت فرند فامیلی شان چه قسم باشه؟ مثال فرند فامیلی شان به این شکل باید باشه. ببین مثال تایپ میکنیم فلاش سایز. از اینجا استایلش بولت باید باشه. این انتخاب کو بیانات خواه استایل بولت. ببینیم هر حالت که شما انتخاب میکنین. از این قسمت سایز شان هسته سایز. از اینجا لیتر سپیسنگ هست یعنی فاصله بینه هر حرف شما میکنین جدا جدا باید باشه، اسپیس داشته و نداشته باشه. از این قسمت کلرشان هسته. کلرش مثال باید به شکل آبی باشه. اما در کدام حالت که ای به حالت سلکشن قرار میگیرن، حالت سلکشن زمانی قرار گیره برو شکلش چی کنم رنگش چنج کنم. ولو که اگر یعنی هر قسم تغییر رنگ میتین اگر در حالت سلکشن قرار نداشته باشه و رنگ که شما برازی اپلای میکنین برای همزمان برای ازی چه میشه اپلای نمیشه. پس این انتخاب کن و سایر موضوعات اضافی است. خب هر بخش را که شما انتخاب میکنین در کل از خود چی داره؟ از خود یک پراپرتیس خاص داره که از طریق از پراپرتیسش میشه که شما را چی کنین تغییر موقعیت بدین. و دیگه رنگ هایی که از اینجا مسته فل باشم مثال کنترل پلاس ای ایام دلیت باید شود توسط سلکشن به انتخاب یک دلیت شون دلیت. خب اناله شما از اینجا مین ای کدام قسمت شان است؟ در قسمت که شما کار میکنین مثال به شکل یک رنگ اپلای شو از اینجا به رنگ دیگه که شما اپلای میکنین چه قسم این نوع یک رنگ باشه. آله شما اگر مثال کدام آبجکت را میگیرین همین دو رنگ از قسمت هم اپلای شده نه یعنی قسمت بیرونی و قسمت رنگ داخلیش برای هر رنگی که شما اپلای میکنین یا چه میشه موجود است وارد صفحه میشه. خود دای قسمت در کل اما بیسیک انیمیشن ها را شما کار کردین، فریم ریت را شما شناختین، سایه خود پراپرتیز را شما شناختین و چند و شکل که امو آبجکتی که بالا یک شکل تغییرات که بالا یک شکل اپلای میشه او را ما شما شناختیم. در کل موضوعات درس ما شما بالا از این موضوعات ها بود سیس این را مکمل شما اساسا کار کنین و این استرکشن طول از خوی را مشناسین با خود برنامه فوتوشاپ هم این را شما زیاد کار کردین.